سلام، وقت بخیر. سرخط خبر ده. ادامه حمله ها بر غیر نظامیان در کابل. غرب کابل در کمتر از یک ماه گواه دو حمله هدفمند بر غیر نظامیان بوده. وقتی خودم کمر بسته از اون کارم امشب مردش. من این تنهایی نه یک کس بر نفشم. دین اردم یه تفلا را کشیدیم از جوی نفرا بودن، کلشان یعنی ملکی بودن. کمبود آب کشاورزی پس از افتادن بند دهلی کندهار به دست طالبان. شمار از کشاورزان و باغداران نگران هستند که با ادامه این وضع کشزارها با باغهایشان نابود خواهد شد. فعلا دپاره عملیات شو پر مخ رواندی. انشالله پونیش دو وقتونی که زموش عملیاتی پرسنل گرد امنیتی زوکونه خپل هدف ترسیجه. متهم شدن رئیس جمهور به نقض قانون اساسی. شمار از اعضای مجلس نمایندگان با متهم ساختن رئیس جمهور به نقض قانون اساسی میگویند که این کار یکی از علتهای عمیق شدن بحران در کشور است. قانون میگه که هیچ گونه صلاحیت اجرایی نداره و امروز این سرپرست وزیرا واقعا که فراتر از قانون عمل میکنند. و رونمایی از یک واکسین ضد کرونا ساخت پاکستان. مشروع خبرها. تمامی قربانیان و زخمیان دو انفجار دیشب در حوزه سوم امنیتی شهر کابل غیر نظامیان هستند. در این انفجارها که دو موتر مسافربری شهری آماج قرار گرفتند، 10 تن جان باختند و بیشتر از 12 تن دیگر زخم برداشتند. خانواده های قربانیان این انفجارها حکومت را در تأمین امنیت باشندگان غرب شهر کابل به بی‌پروایی متهم می سازند. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی و اعضای مجلس نمایندگان می گویند که از موج تازه خشونت ها در کابل و پروان که مسئولیت های این خشونت ها نیز از سوی هیچ گروه پذیرفته نمی شود نگران هستند. نخستین ماین حوالی ساعت 7:30 سه‌شنبه شب این موتر کاستر را در ایستگاه سر کاریز در حوزه سوم هدف گرفت. در این انفجار 6 تن جان باختند. این قسمت که رسید یک دفعه انفجار کرد دیگه باز ما خودمون گنگ شدیم مفتیدیم در پیش دکان. علی آقای 15 ساله فرزند این خانواده میخواست با موتر کاستری که در ایستگاه سر کاریز منفجر شد خودش را به مراسم ازدواج یکی از نزدیکانش برساند. پسر 14 سالی را تکه و پر ساختن. آیا دولت وجود داره یا به نام دولت است؟ اگر دولت وجود داره خود چرا غم از این ملت نمیخورم؟ خانواده علی میگوید که پس از جستجوی 7 شفاخانه جسد او را از طب عدلی در وضعیت بسیار ناگواری پیدا کردند. لحظاتی پس از انفجار نخست یک موتر کاستر دیگر در همین جاده منفجر شد. در این انفجار 4 تن جان باختند. هر دو کاستر در نتیجه مواد جاسازی شده داخلشان منفجر میشن. این چندمین بار است که این جاده گواه انفجار موترهای غیر نظامیان است. دین اردم یه تفلا را کشیدیم از جوی نفرا بودن، کلشان یعنی ملکی بودن، نظامی کسی نبودن، همگی ملکی بودن. شماری از سیاستگران و اعضای مجلس نمایندگان حمله بر غیر نظامیان را در این بخش پایتخت سازماندهی شده میدانند. مسئولان نیروهای امنیتی وقتی میشینیم آدرس های مشخص را اعلام میکنند. بله داعش هست، طالب هست، شبکه حقانی هست، اما چیزی که عملا خروجی این ملاقات ها هست ای است که اینمی کشتار و سریال نسل کشی نه پایان پیدا میکنه نه کاهش. مسئولیت این انفجار را نیز همانند بسیاری از انفجارها و حمله های اخیر در کابل و پروان کسی نپذیرفته است.
شمار از اعضای مجلس نمایندگان در واکنش به حمله های اخیر در غرب کابل این حمله ها را نسل کشی با جنایت ضد بشریت می دانند و حکومت را در جلوگیری از این حمله ها به ناتوانی و بی‌پروایی متهم می سازند. این نمایندگان می گویند که باید تأمین امنیت غرب کابل به مردمان محل سپرده شود. از سوی دیگر ناروشن بودن عاملان این حمله ها نیز با پرسش های به همراه شدند. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که تنها مسئولیت حکومت نکوهش و تسلیت گفتن نباید باشد. حمله های اخیر در غرب کابل با واکنش های تند شماری از اعضای مجلس نمایندگان روبرو شده است. تداوم جنگ بی‌ثباتی سیاسی و عدم موجودیت یک اجماع ملی در رابطه با قضای بزرگ ملی نگران کننده است. دیروز ما بیشترین غیر نظامی های خود در سایه غرب کابل از دست دادیم، اما متاسفانه هیچ ارگانی نیست که مسئولیت بگیره و اگر طالبا هم است در گردن دیگران مندازن و حکومت هم. شماری از نمایندگان حمله بر غیر نظامیان به ویژه مردمان غرب کابل را نسل کشی می دانند و می گویند که حکومت تا کنون در مهار این حمله ها ناکام بوده است. امی ناحیه، امی منطقه بیش از 35 حمله شده، اما تشکیل امنیتی غرب کابل به اندازه تشکیل امنیتی خانه یک رهبر سیاسی و یک شخصیت سیاسی نیست. از این میان یکی از خواست‌ها سپردن مسئولیت تامین امنیت برای مردم محل است. هنوز از حادثه مکتب سید الشهدا داغش بر دل همه ما هویداست که یک حادثه دیگر رخ می‌دهد و باز هم ما شهدا و زخمی ها داریم. قتل عام می‌شوند، برای ازی باید یک تدابیر جدی حکومت افغانستان سنجش بکنه و حتی امکان اگر داشته باشه امنیتی از اینا باید محلی شود. نه تنها کابل، نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی در بخش های دیگر کشور نیز در مجلس جدی هند. در رهبری سکتور امنیتی ایراد تغییرات به وجود بیارد، در غیر آن ایراد، ناامنی ایراد سر اقتصاد افغانستان تاثیر میکند. جوان ولسوالی مسیرات در وضعیت جوان شهیدان زخمیان در وست پراتی دی تایرون پرون کلیلو نشست نوست کوله. فاریاب در وضعیت خیلی بد امنیتی و اقتصادی به سر میبره و سالها به این سو. فاریاب متشکل از 14 واحد اداری است که 9 ولسوالی داره و مرکز شهر میمنه. از سالها به ایسو در نو ولسوالی طالبان حاکمیت مطلق دارد. با این هم مقام های امنیتی از تلاش هایشان برای تامین امنیت سخن میزنند، اما نهادهای حقوق بشری از بلند رفتن تلفات غیر نظامیان در جنگ نگرانند. بند آب دهلی کندهار از یک ماه بدین سو در اداره طالبان است و کشاورزان این ولایت از آب این بند محروم شدند. شماره از کشاورزان و باغداران در کندهار نگران هستند که اگر آب این بند به زمین های کشاورزی و باغهایشان نرسد، کشزارها و باغهایشان نابود خواهند گشت. به گفته مسئولان، زمین های کشاورزی 7 ولسوالی کندهار از همین بند آبیاری می شوند. طالبان می گویند که کارمندان اداره تنظیم امور آب به این بند بروند و آب را برای کشاورزان تنظیم کنند. ولسوالی های ارغنداب، شاولیکود، ژیری، میوند، پنجوایی، دامان و دند کندهار 7 ولسوالی هستند که از بند دهله آبیاری می شوند. در این فصل در سالهای پیش از همین بند برای کشاورزان همین 7 ولسوالی آب داده می شد، اما با وجود نیازمندی به آب این بند کشاورزان نمی توانند از آب بند دهله استفاده کنند، زیرا بند دهله ماه پیش به دست طالبان افتاد. از مجد خواهش دید که مجد وی سوچی مسلمان هایی از نوده وطن یه چگونه قربان جسه ما در دشنو درخت یه چگونه و بخو ام در خدا پاک در طرف یه صدقه جسه ما نو که حکومت پا جی پوری بیا و بچار لری نو تیسی وطن ولی وچه وی وطن ولی برباده وی ورار برای بخپل زم سریان پر در ار باغ منی لزره پینزه لزره باغونه گره پر بچه دویی بس کشنی کشنی دونه که نانار دی تر بس دادی ما سم شده دیگر چیوی. در ولسوالی شاولیکود جایی که بند دهله است عملیات نظامی را اندازی شده است. فعلا دپاره عملیات شپر مخ رواندی انشالله پونش دو وقتونی که
زموږ عملیاتي پرسنل ګډ امنیتي ځواکونه خپل هدف ته رسیږي او پاینده کې موږ پلان نیولې دي چې هلته پولیس ځای پر ځای شي په هغو نقاطو کې چې تیر ځل موږ ستونزې سره مخامخ شولو یا دښمن حمله وکړله. مقام های محلی می گویند که تلاش دارند که هر چی زودتر این بند را از کنترل طالبان بیرون سازند. وقتی خبر داد چه دکمن حقا صحیح چه ملت در گرد رسید که اقا دوی تخریبی او دی تخریب دی پار ملت را لیدن ولی دیمه که اقایی رو با امنیتی ارگانو نه پدیر شهامت سر دیدی شیان ندی پاکی. در کندهار برای زمین های کشاورزی هفت ولسوالی بند دهله یگانه منبع آبیاری است. اکنون کشاورزان می گویند که اگر آب این بند برای کشاورزی به گونه منظم تنظیم نشود، باغ ها و کشتزارهایشان به علت نبود آب خشک خواهند شد. بیش از 200 کودک در هرات با نگاشتن نامه از جامعه جهانی می خواهند که بر طالبان فشار بیاورد تا بس سال برگردند و خشونت ها را کاهش دهند. این کودکان میخواهند این نامهشان را در اختیار دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در هرات قرار دهند. شماره از این کودکان که دانش آموزان مکتب هستند میگویند که حمله هراس افگنانه بر دانش آموزان مکتب سید الشهدا آنان را نگران ساخته. در همین حال باشندگان هرات میگویند که طرف های درگیر با ویژه طالبان به خواست های مردم توجه نمی کنند. نامه 100 متری صلح‌خواهی را در دستانشان گرفتند تا درد دلشان را به جامعه جهانی و هیئت های مذاکره کننده جمهوریت و طالبان برسانند. این کودکان پیام های صلح‌خواهی خود را در این نامه نگاشتند. ما خسته شدیم از جنگ، دیگر نمیخواییم در افغانستان آتش باشه، نمیخواییم که شاگردهای مکتب هر روز به ترس از این از خانه بیرون شوند که خدا را کرده آل ما میموریم انتحاری میشه. ما میخواییم این صدای خود را به رئیس جمهور افغانستان برسانیم. یک نامه است که داره 5 فصل میباشد و درباره صلح میباشد. به صلح من میخواهم که درس بخونم و تعلیم داشته باشم و نمیخواهم با جنگ زندگی خود را سپری کنم. این کودکان میخواهند که این نامهشان را به دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد برسانند. آنان از جامعه جهانی میخواهند که تماشاگر کشته شدن مردم افغانستان نباشد و برای پایان جنگ در کشور اقدام کند. اینها خاطرات مکتب سید الشهدا از یاد زینا نمیره، پانتون کابل، پانتون لوگر، هر لحظه اینا تشویش دارم. خود ما اصلا خسته شدیم از اینکه روز به روز در خبرها، در روزنامه‌ها، در اجتماعات همیشه صدای جنگ، صدای ناله. پیش از این نیز بارها شهروندان کشور از طرف‌های درگیر به ویژه طالبان خواستند که خشونت‌ها و افغان‌کشی را متوقف سازند، اما هرگز به خواسته های این شهروندان توجه نشده است. متاسفانه طرف های جنگ بازم بر تبل جنگ میکنند، مخصوصا طالبا اصلا به خواسته مردم افغانستان تمکین نمیکنند و شدت جنگا مردم نسبت به پروسه صلح بیباور ساخته و این بیباوری مردم میتونه تبعات بعد روی آینده پروسه صلح بگذاره. افزایش خشونت ها و سرنوشت ناروشن صلح همزمان با ادامه بیرون شدن نیروهای خارجی مردم را نسبت به آینده کشور ناامید ساخته است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان رئیس جمهور غنی را به نقض قانون اساسی متهم می سازند و می گویند که یکی از علتهای بیشتر شدن بحران در کشور بی‌پروایی مقام های حکومتی به قانون اساسی است. این نمایندگان کار دولت را نامشروع می دانند و می گویند که نزدیک به نصف اعضای کابینه را سرپرستان می سازند. نزدیک به 10 عضو کابینه را سرپرستان می سازند. و این چندمین نشست مجلس نمایندگان است که اعضای مجلس از ادامه کار سرپرستان انتقاد می کنند، اما با گذشت چندین ماه حکومت به این خواست اعضای مجلس پاسخ مثبت نداده است. جدا تقاضامندیم تا به عرف سرپرستی در وزارتخانه ها خاتمه داده و اشخاص واجد شرایط را جهت دریافت رای تایید به ولسی جرگه معرفی بدارند. قانون میگه که هیچ گونه صلاحیت اجرایی نداره و امروز این سرپرست وزیدا واقعا که فراتر از قانون عمل میکنن.
این نمایندگان میگن که در کشور قحط الرجال نیست، اما حکومت به جای اینکه به خواست قانون اساسی که معرفی نامزد وزیران است تمکین کند، به عزل و نصب های سلیقه‌ای بحران آفرین متوسل شده است. یا که شورا را به خاطر از اینکه حکومت وزرا را معرفی نمیکنه شورا را ما بند میکنیم. متاسفانه که امروز سکتور امنیتی کشور از حالت ملی برآمده، به قومی و به سمتی تعلق گرفته. این جفاست بر حق نظامیای کشور، جفاست بر حق مردم افغانستان. اعضای مجلس یکی از علتهای بحران کنونی به ویژه گسترش فساد را در نهادهای حکومتی ادامه کار سرپرستان می دانند و برخی ها حتی از بسته شدن شورای ملی هشدار می دهند. در تمام کشورها پارلمان محوریت است، اما در افغانستان به حیث انگشت ششم است. متاسفانه در قوای قضایی شما نصاب تکمیل نیست، در قوای اجرایی شما نصاب تکمیل نیست، سرپرست است. همه قانون مربوط به خودت میشه. اگر قانون را ضعیف میسازی، اگر قوی میسازی، تطبیق میکنی، شما رئیس جمهور هستین. اما معاون دبیر مجلس نمایندگان از همکارانشان نیز انتقاد میکند و میگوید که بیش از 70% اعضای مجلس غیابت دارند. از 70% بالاتر از فکر کنم در کمیسیون غیرحاضری. در تالار هم رقم شما میاله ببینید ما چند نفر در تالار داریم. به شمول نزدیک به 10 عضو کابینه، چندین عضو شورای عالی، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، لوی سارنوالی، سرمیاشت، همه خلاف قانون از 6 ماه به این سو از سوی سرپرستان اداره می شوند. در ادامه تا چند لحظه دیگر، عقب زده شدن حمله های طالبان بر ولسوالی اچین ننگرهار. ادامه خبرها، مقام های محلی در ننگرهار می گویند که حمله های طالبان بر ولسوالی اچین عقب زده شدند. فرمانهان قلوردی 201 سیلاب گفتند که در منطقه های مومندره و پیشی ولسوالی اچین در برابر طالبان عملیات ها جریان دارند. این فرمانهان می افزند که در نتیجه نبردها در منطقه پیشی ولسوالی اچین یک بازار محلی آتش گرفتند. جوگی ها در کشور حتی در کابل از دسترسی نداشتن به ساده ترین خدمات همگانی حکایت می کنند. قوم جوگی ها می گویند با آنکه بیش از 100 سال است که در 15 ولایت کشور زندگی می کنند، اما حکومت به آنان زمینه های تحصیل، کار و سرپناه را فراهم نساخته. شهاب در یکی از این کلبه ها به هیچ خدمات بهداشتی زندگی می کند. مادرش درگذشته است و پدرش نیز بیمار است. شهاب با گرد آوری قوطی ها و فروش آنها خرچ خانواده را فراهم می سازد. می گوید که اگر کار نکند خانوادهش گرسنه می مانند و از همین رو نمی تواند به مکتب برود. مشکل دارم که در شخصی برم پیس کتاب آدم بخره، چی بخره، درس که نمی خواند، خوش نداره که درس بخونه. خرج ندارم، توان اینا ندارم که برم مکتب. اینا هم یک چیز کالا میپوشه، خوردن داره، چیز داره، همینا نباشه از کجا بشه. این نماینده قوم جوگی ها میگوید که پس از سالها تلاش توانسته است تا فرمان رئیس جمهور را برای توزیع شناسنامه برای قومش به دست آورد، اما در برخی دفترهای توزیع شناسنامه برایشان مشکل ایجاد میکنند. شاربال سبینم ما کارتم قانونی است، رسمی، ما کل کار ما خلاص کردیم. شاربال صاحب میگه شما مهمان هستین، از این کشور نیستین، از این خاک نیستین. جناب شاربال صاحب، اگر ما از این خاک نیستیم، همی تذکیره برای ما چطور دادین شما؟ اشرف غنی امر داده در وکیل ما. نایه نمیخواه که ما 20 دفعه رفتیم، 1000 دفعه رفتیم، میگوییم مورتان قبول نیست، قبول نداریم. اینان میگویند که در حدود 5000 خانواده هستند و در 15 ولایت کشور از ناچاری در کلبه های فقیرانه زندگی میکنند و از نداشتن خدمات ساده زندگی محروم هستند. جای ملک نداره، من مایل وشتکو نمی چیزو کنه، نمی در به در خوک بسر هستیم. یعنی مو اومدن مو یک سری 20 سال میشه که بو کلون مو نه از طرف تاجیکستان اومدگی است. از طرف بخارا کوش کرده دی من اومدم در افغانستان. کلونای ما 77 پشت ما تیر شده اومده در افغانستان. برادر توکای ما مردم مکتب نیست،
این قورستان نیست، برادر نان خوردن نیست. تاریخ نگاران میگویند که جوگی ها فرقه ای از مرتازان هندی هستند که پیرو طریقه جوکیان می باشند. جوگی هایی که در کابل زندگی می کنند میگویند که 120 سال پیش از کشورهای آسیای میانه به بخش های از افغانستان آمدند، اما با آنان مانند بیگانگان برخورد می شود. در ادامه با بهره برداری سپرده شدن نخستین کشتارگاه معیاری دام‌ها در هرات. در ادامه، با گذشت بیش از 2 سال از امضای پیمان پروژه سیستم ریال تایم، تا هنوز این پروژه به گونه کامل ایجاد نشده. اداره تنظیم خدمات مخابراتی میگوید که برای تکمیل این پروژه محدودیت های قانونی وجود دارد. نخستین کشتارگاه معیاری دام ها که از سوی وزارت زراعت در هرات ساخته شده به بهره برداری سپرده شد. این کشتارگاه با هزینه 6 میلیون دلار در 25 جریب زمین در غرب شهر هرات ساخته شده. خواهید دید. دفاع حکومت عربستان از محدود ساختن بلندی صدای بلندگوها در مسجدهای این کشور. ادامه خبرها. پاکستان از واکسین کرونا تولید شده این کشور رونمایی کرد. این واکسین به کمک چین تولید شده. همزمان با گسترش موج تازه ویروس کرونا در پاکستان، نگرانی ها از مبتلا شدن شهروندان بیشتر این کشور به این ویروس افزایش یافتند. تا کنون بیشتر از 20 هزار تن از بیماری کووید 19 در پاکستان جان باختند. و حکومت عربستان سعودی از محدود ساختن بلندی صدای بلندگوها در مسجدهای این کشور دفاع کرد. عبداللطیف الشیخ وزیر امور اسلامی عربستان سعودی دلیل این تصمیم را شکایت مردم میگوید. پیش از این برخی از خانواده ها شکایت کردند که صدای بلندگوهای مسجدها خواب فرزندانشان را ناآرام ساخته. توجه کردن به خبرهای این ساعت. تشکر. خدا نگهدار.